سلام، این 15 قسمت از پادکست گلبانگ شجریان است. در این قسمت به آلبوم خلوت گزیده میپردازیم. دست اندرکاران این قسمت: تهیه کننده و نویسنده رامین قدردان، گوینده مرجان مقصودلو، دکلمی اشعار مهتاب امیرخانلو. خلوت گزیده آلبومی است که با همکاری گروه اساتید موسیقی ایران به سرپرستی استاد فرامرز پایور در سال 1359 اجرا و در سال 1370 از سوی شرکت دلاواز منتشر شد. این آلبوم در دستگاه شور اجرا شده و همانند اغلب آثار استاد فرامرز پایور در قالب مجموعی موسیقی سنتی شامل قطعات ضربی، چهار مضراب، ساز و آواز، تصنیف و رنگ می باشد. هنرمندانی که در این آلبوم به نوازندگی پرداختند عبارتند از اساتید جلیل شهناز تار، علی اصغر بهاری کمانچه، فرامرز پایور سنتور، محمد موسوی نی و محمد اسماعیلی تنبک. آلبوم خلوت گزیده با تصنیف مزرعه سبز فلک ساخته استاد فرامرز پایور بر روی شعری از حافظ در دستگاه شور آغاز می گردد. پس از اجرای تصنیف، استاد فرامرز پایور لحظاتی به تک نوازی سنتور در گوشه درآمد شور می‌پردازند و سپس قطعه ضربی همراه با تنبک استاد محمد اسماعیلی اجرا می‌کنند. Thank you.
پس از تکنوازی و اجرای قطعه ضربی، اساتید پایور و اسماعیلی این بار چهار مضرابی در دستگاه شور اجرا می کنند. پس از قطعات ضربی، نوبت به اجرای ساز آواز شور می رسد. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. ای عاشق گدا، چو لب روح بخش یار می داندت وظیفه، تقاضا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. استاد شجریان با غزلی از حافظ درآمد شور را آغاز می کنند. عزیز من خدا،
خلوت گزیده را به تماشا را چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. پس از درآمد، استاد شجریان با اجرای تحریر عاشق کش گوشه سلمک را اجرا می کنند. نام این گوشه منسوب به هنرمندی است که در زمان هارون الرشید زندگی می کرده. نوت شاهد گوشه سلمک در درجه چهارم گام شور است و گستره ملودی تا درجه پنجم گام پیش می رود. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. سپس با تحریری در گوشه شهناز آواز وارد گوشه قرچه می شود. قرچه از نظر گستره صوتی به شهناز نزدیک است، اما به اندازه آن تحرک ندارد و معمولاً متشکل از حرکات رفت و برگشتی بین نوت‌های متوالی در شور وسط است. خدای خدای عزیز من، ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. پس از قرچه آواز به سمت اوج دستگاه شور هدایت شده و گوشه رضوی اجرا می گردد. این گوشه شباهت زیادی به آواز ابو عطا دارد و تفاوت این دو در نوت شاهد و ایست آنها می باشد. نوت شاهد رضوی روی درجه هفتم گام شور می باشد. به طور مثال در شور سل نوت شاهد رضوی نوت فا می باشد. نوت ایست و فرود هم مانند گوشه های شهناز و قرچه درجه چهارم گام یعنی نوت دو می باشد. البته ایست های موقتی روی درجه هفتم یعنی همان نوت شاهد وجود دارد. گوشه رضوی معمولاً بعد از قرچه و قبل از حسینی اجرا می گردد. محتاج
چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است یا اکنون نوبت به اجرای گوشه حسینی می رسد. حسینی نیز یکی از مقام‌های اصلی در موسیقی قدیم ایران بوده که اکنون به صورت گوشه در شور حفظ شده است. برخلاف بیشتر گوشه های شور، حسینی معمولاً بالا رونده اجرا می شود و تأکید نغمات در این گوشه روی درجات 8 تا 11 است. خدا خدا جام جهان نماست زمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است استاد شجریان پس از حسینی گوشه بزرگ را اجرا می کنند. بزرگ یکی از مقام‌های 12 گانه اصلی در موسیقی قدیم ایران بوده که پس از تحول مقام به دستگاه به صورت گوشه‌ای در دستگاه شور حفظ شده است. این گوشه بر درجه 4 شور استوار است و در آن درجه 5 شور نوت متغیر نیست و نقش نوت شاهد را برای این گوشه ایفا می کند. شروع بزرگ معمولاً در ناحیه اوج شور قرار دارد و از درجه 8 آغاز می شود و این درجه نوت شاهد گوشه بزرگ است. حرکت ملودی در گوشه بزرگ پایین رونده است و به سمت درجه 4 سیر می کند و همانجا می ایستد. ای مدعی که من با تو کاریست احباب حاضرن به اعدا جاجت پس از گوشه بزرگ، استاد شجریان با اجرای گوشه سلمک و فرود به ساز و آواز خاتمه می‌بخشند. گوهر شده است گوهر شده است به دریا چاجت است پس از پایان ساز آواز، اکنون نوبت به اجرای تصنیفی در دستگاه شور می رسد. تصنیف آمان، ساخته ی عارف قزوینی. ای آمان از فراغت آمان
بردم از اشتیاقت اما از که گیرم سراغت اما از که گیرم سراغت اما اما در انتها ریتم تصنیف حالت 6 و 8 گرفته و سپس به پایان میرسد. عارف و عامی از می مستند، عهد و پیمان به ساغر بستند، پای خام تا برا بشکستند، پای خام تا برا بشکستند، اما 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 و در نهایت به عنوان حسن ختام برنامه رنگ شور ساخته استاد فرامرز پایور اجرا می گردد. رنگ یکی از فرمهای اصلی در ردیف موسیقی ایرانی است که برای شادی و رقص نواخته می شده و معمولاً ضرباهنگ آن 6 و 8 است و در انتهای اجرای دستگاه و پس از اجرای تصنیف ها و آواز ها نواخته می شود. برنامه‌ای که شنیدید ارائه‌ای بود از رسانه گلبانگ شجریان. در این سری از برنامه‌ها سعی می‌کنیم به معرفی دوباره و تحلیل مختصر آثار استاد محمد رضا شجریان بپردازیم. این پادکست را می‌توانید از طریق پلتفرم ساندکلاود و کست باکس و وبسایت گلبانگ شجریان به نشانی shajarianfans.ir دریافت نمایید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.